دوستان گرانقدر به درس روز 25 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های قبلی ما شما روی create purchase order, receive item interval, receive item interval for receive item یا را صحبت کردیم. امروز ما شما باز هم روی receive item and interval صحبت میکنیم و تفاوت ای receive item و interval با receive item و interval قبلی نمیست که دوجه ما شما purchase order میکردیم و به اساس purchase order ما شما item receive میکردیم امرای بلش یک جای با مو خاطر ما میامدیم روی receive item and interval کلیک میکردیم. اگر ما شما بدون پرچیز آردر آیتم ریسیف میکنیم او را ما شما چه قسم در برنامه کویک بوکس انتربل میکنیم و پروسس میکنیم. خب میایم میگم که یک وندری نو جور کردیم به نام سلیمان خان. برای ازمی آدم کس ازمی وندر کس تا ما آیتم ریسیف کردیم سعیست آیتم ریسیف شد امرای بل یک جای، یعنی من رفتم مستقیم پیش از این نفر بدون از اینکه بر از او من زنگ بزنم یک آردر بتم که بیادر برای ما اینی نینی وین آیتما ضرورت است، نیاز است، یه برای ما جور کن که باز ما میاییم میخریم. پیش اینمی سلیمان خان که رفتیم در اونجا در دفتر از او در فروشگاه از او در اونجا یک چند دانه آیتم که پیش از او بود خوشم آمد، امو دقمه او را گرفتم بلش برم داد، او را اینال ما میخواییم در برنامه کویک بوکس چی کنم؟ درج کنم برسانم. میم روی ریسیو آیتم، ریسیو آیتم از کی آیتم ریسیو کرده؟ میگم از سلیمان. این دفعه اگر متوجه شده باشین ببینین برای ما اونو مسج دیگر را نداد. بخاطر چی نداد؟ که در هیستری ازی کدام پرچیز آردر وجود نداشت. اگر کدام پرچیز آردر ما قبلا برای ازی کده باشیم امو دقیقه برای ما او مسج می آمد. دیگه به خاطر از اینکه ما برازی سابق کدام پرچیز آردر نکردیم او مسیج هم برای ما باز نکرد. خب ما آیتم ریسیو کردم از سلیمان خان، ای کس یک آی اس پی داره به نام فست آی اس پی. خب بل نمبر یا انوایس نمبر ازی چی بود؟ انوایس نمبر ازی که هست آی ان وی 2020 هست. خب از کدام آیتم رو تو ازی ریسیو کردم؟ من میگم که آیتم ریسیو کردم این دفعه از چارجر، اینی مدل چارجر ریسیو کردم و اینی مدل و به مو شکل سکرین هم ریسیو کردم، از این مدل و از این مدل سکرین هم ما ریسیو کردیم. تعدادش که ما ریسیو کردیم چقدر بود؟ میگم که 5 دانه ازی بود، 5 دانه ازی، 5 دانه ازی و 5 دانه ازی بود. خب مکمل پول ازی چقدر میشه؟ 23000 افغانی میشه. وای پولی که ما باید پرداخت کنیم تا کدام تاریخ باید ما تا کدام تاریخ باید پول ما پرداخت کنیم؟ ای آیتمی که ما ریسیو کردیم میگم به تاریخ 15 ریسیو کردیم. خب اگر کدام تمس با ای شما صحبت کرده باشین او را مشخص میکنیم. ما ای را گفتیم که پول باید در مدت 60 روز باید پرداخت کنیم. اینجا ببینین اینالی فرق تفاوت بین اینمی تاریخی که ما آیتم ریسیو کردیم و تاریخ آخری که باید پول ما پرداخت کنیم اینجا برای ما نشون میده که وای دو ماست. به تاریخ 15 مای نوم 2020 ما آیتم ریسیو کردیم و به تاریخ 14 مای 11 2020 باید ما پول تا این تاریخ برازی ریسیو روان کنیم تا این تاریخ. ای بل دو دیت هستن که پیمنت باید تا این تاریخ ما انجام بدیم. بعد از او ببینین اینالی اگر ما بریم در اینوینتری فیزیکل اینوینتری خود ببینیم اینوینتری 15 دانه است، ای دو دانه بالا که است، ای پایین که است 10 دانه است. وقتی که ما به مجرد که سیو این کلوز بگیم چون ای همزمان ام ریسیو آیتم است و ام انتربل است، دیگه سیو این کلوز که کلیک کنیم ام اکاونت پیبل ما زیاد میشه، یعنی پولی که بالای ما شما از وندرهای ما قرض است هم اضافه میشه و اینوینتری ما در مقابل از او هم اضافه میشه. سیو این کلوز کلیک کردم یس انتخاب کردم. وقتی که سیو این کلوز یس انتخاب کردم در اینجا اکاونت پیبل 23000 افغانی اضافه شده. این پولی است که باید ما به وندر ما به نام سید رحمان کس بر از او پی کنیم و این باید ریسیو کنه و در مقابل از او که هست برای ما اینوینتری ما اضافه شده. اگر ما در فیزیکل اینوینتری ورکشیت بیایم ببینین این همه آیتم های پایین که بود 4 دانه که بودی 10 دانه بود و 5 دانه
کسی دیگه اضافه شد که این 15 دانه شد. دیگه هدف درس امروزی ما این بود دوستا که شما میتونین بدون پرچیز آردر هم آیتم ریسیف کنین و او را اندربل هم بکنین. یعنی این کار را که است ما این طور هم میتونیم که ریسیف آیتم جدا جدا از این طریق اگر مثلا بدون بل آیتم ریسیف کردی بدون پرچیز آردر ریسیف آیتم میگین بعد از که بلش آمد انتر بل فور ریسیو آیتم بگین و اگر مستقیم آیتم ریسیو کردین امرای بل بدون پرچیز آردر باز اینی کماند شما انتخاب میکنین. اینال اگر ما شما بیم در پی بل 23,000 افغانی را پی بلش دیگم افغانی را پی بلش دیگم چی شده امرای ما شما اضافه شده که این پول از کدام وندری ما شما است؟ از سلیمان خان است و چقدر است؟ از 23,000 افغانی است. اگر بدون ازو اگر ما شما بیایم در کمپانی سناپ شات در اینجا که بیایم در اینجا برای ما نشان میده که امو پولی که به افغانی بود چقدر شده 61,000 افغانی شده. اگر میخواستین که استپ بای استپ ریپورت شو ببینین در کمپانی فاینانشال که بیاین شما در اینجا در بالانس شیت مکمل لایبیلیتی را برای ما نشان میده. در اینجا که بیاین شما ببینین مکمل لایبیلیتی ما شما چقدر است؟ توتال کرنت لایبیلیتی ما شما 91,000 افغانی است که 61,000 افغانی از یکی از افغانی است و 30,000 که است ای از دلار است به افغانی اکسچنج شده. با اساس وندر که شما میخواستین ریپورت ها ببینین که ما از کدام وندر ها که است قرضدار هستیم دو وندر این پیبل بیاین اکاونت پیبل ایجنگ سمری را کلیک کنین و در این قسمت که است آل انتخاب کنین. آل که انتخاب کنین در اینجا ببینین مکمل برای ما نشان میده که ما چقدر پول قرضدار هستیم. از جان مایک است ما 3502.50 افغانی قرضدار هستیم. از پارلینک است 3500 افغانی قرضدار هستیم. از سید رحمان که است 7500 قرضدار هستیم و از سلیمان که است 23,000 قرضدار هستیم. و این پول که است از جان مایک است ایر که است باید ما شما در اینجا مشخص ذکر نکرده که از کدام تاریخ تا کدام تاریخ باید ایره ما پی کنیم تا نوست تاریخ هایش که است سر ما تیر نشده. اگر مدتی که تیر شده باشه ایجا برای ما نشان میده. مثلا اگر سر ازی یک ما تیر شده باشه ایجا برای ما نشان میده که یک ما سر ازی تیر شده یا دو ما تیر شده یا سه ما تیر شده او را برای ما نشان میده. یعنی مکمل اکاونت پیبل ما شما که است 91,502.25 افغانی است که است کیو کی است در اینجا برای ما ستپ بای ستپ نشان میده. دیگه ای بود دوستا درس امروزی ما شما. در درس روزی بعدی انشاءالله ما شما سری پیکدن اکاونت پیبالا صحبت میکنیم که پولی که بالای ما شما قرض است از وندرهای ما شما چه قسم بوده ما شما پی میکنیم و بوده ما شما در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم.